بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساؤوا ظنهم فينا، فهلا أحسنوا الظن؟ فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا ما وقالوا وقفتن كافرا لإخوانهم در حق برادران خود. إذا ضربوا وقت كسفر كنن في الأرض در زمين، أو كانوا غزا يا باشن غازيان، لو كانوا عندنا اگر می بودن نزد ما، ما مات نمی مردن و ما قتل نکشته می شدن. این کافرهای منافق همیشه می تشویش در خانه ها ایجاد کردن، چی کنیم دیگه؟ اگر گپ ما را قبول می کردن، علی امیا کشته نمی شد، حمزه کشته نمی شد، مصعب کشته نمی شد، فلانا کشته نمی شد. تشویش ها را انداختن، می گه شما مسلمان ها چون این سخن ها را نگوید، بلکه مرگ یک موضوعی است دقیق شده و تعیین شده. چرا این سخنها را می گفتن؟ چرا این سخنها را می گفتن در حق برادران منافق و بسوس دین خود؟ لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم، تا گردن الله این سخن را افسوس در دلهایشان، افسوس در دلهایشان. والله یحیی و یمیت، الله زنده می کند و می میراند، والله بما تعملون بصیر، والله با آنچه که می کنید بینا هست. پس مؤمن چی می کنه؟ منافق واره نمی گوید. مسلمان و مؤمن منافق واره عمل نمی کنه که برای رفتن بر جهاد مردم را مانعی شود، مرگ در جسمش بدهد، شکست در جسمش بدهد، معیوبیت در جسمش بدهد، بلکه برشمه که همه چیز از طرف الله مقدر است. چیزی که الله برخواسته بود عمو می شود، و آنچه که الله مقدر ساخته است او در خانه تم می شود و بیرون از خانه تم می شود، بنان خانه مانی از او نمی شود. و اگر در جبه هم باشی، الله سالم نگاه می کند. منافقای سخنها را می گویند و گفتند، ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کشته شدید در راه الله، او متتم، یا مردید در سفری که به خاطر خدا انجام دادید، لمغفرتم من الله، بخشایش از طرف الله و رحمت و بخشایشش، خیر مما یجمعون، بهتر است از آنچه که جمع کردید. هر مسلمانی که ولئن قتلتم، اگر کشته شده فی سبیل الله در راه اعلای کلمت الله، او متتم، یا در این راه مردید، کشته در جبهه شدی، یا به اساس مرگت در امو جبهه وفات کردی، لمغفرتون، مغفرت الله جل جل از گناه ها، لمغفرتون من الله، مغفرت از طرف الله و رحمتون و بخشایشش، نعمات بلند و مراتب بلند معنوی، خیرون بهتر است مما یجمعون، از آنچه که جمع میکنید. ولئن متتم، اگر بمیرید، او قتلتم، یا کشته شوید، لإله الله تحشرون، البته به سوی الله برانگیخته خواهید شد. این آیت هایی بود که در حقیقت در غزوه احد به ما ای را داد که مسلمان باید بداند و درک باید بکند که مرگ و زندگی در اختیار الله است. بناهن ایچگاه منافقانه نباید به مردم هم گفته شود که اگر امرای ما کسی بشیند در خانه با زنده میماند. این رقم منافقان اگر هم نزند، بلکه این تفهیم بکنه که جهاد در راه خدا اینه انسان را قبل از وقتش میکشد و نه هم نبود در جهاد، نه انسان را عمر طولانی میدهد. به هر صورت تقدیرش شکست شکست بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیکای خود از دست داد،
حضرت حمزه رضی الله عنه را از دست داد. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه از جمله اجلای صحابه کرام، کسی که پیغمبر خدا علیه السلام سخت دوستش داشت. مرد بود بسیار مقبول، جوان بسیار زیبا و از جمله متمولین، خوب مردمای پولدار بود. در حدود 1000 درهم تنها روزانه کالا می پوشید. همه مردم و همه زنای مکه در زیبایی از او بسیار عجیب تحسر میکنند. چی زیبا انسانه. وقتی که مسلمان شد به اندازه رسید که یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک نشسته بود، حضرت مصعب رضی الله عنه تیر شد که در پایش بوت نیست، چادرش پینه ها دارد. پیامبر خدا عشق برش آمد و گفت که جوان میبینین؟ این جوان از جمله زیباترین جوانها و از جمله از نظر معیشتی در درجه بلند زندگی میکرد و بعد از اسلامش با این حالت است. مردم مدینه منوره در حدود 90% به دست از اسلام آوردند و این تعلیم دین برش داد. در غزوه احد وقتی که شهید میشود، این مبارک را که گذاشت یک چادر داشتم و پینه پینه که به سرش کش میکرد، پایش لش میشد که به پایش کش میکرد سرش لش میشد. بعد صحابه امویچی درختای خرما را سر پایش گذاشت تا به یه حالتش. اتو انسان ها را هم از دست داد. طبیعی که پیامبر خدا علیه السلام انسان بود، وقتی که این حالتها را دید دلش بسیار درد کرده بود در مقابل از او انسانایی که این سنگر را ایلا کرده بودن. او جا هم دید 10 نفر از اصحاب کرام با شمول قماندان مسئولش حضرت جبیر رضی الله عنه، او هم به شهادت رسیده بود. این شهیدا را که پیامبر خدا میدید، این نزدیکایش که میدید، این که در هر خانه به اصطلاح یتیمی است، معیوبی است، او کسی که این شکست را با اصطلاح بار آورده بود و بی‌عدالتی کرده بود، فرمان قبول نکرده بود، در دلش حتما چیزی گذشته بود. الله این آیت ها را نازل میکند که فبما رحمت من الله، پس به سبب رحمت از الله جل جلاله، لنت لهم، نرم شدی برایش ای پیغمبر، در پرتو رحمت الهی در حق مسلمانان نرم شدی. ولو کنت فظا، اگر می بودی خشن، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا من حولک، اصحاب از کنارت میره، اصحاب در کنارت نمیشوش. فاعف عنهم، آنها را عفو کن، و استغفر لهم، و برای آنها طلب آمرزش بکو، و شاورهم فی الامر، و در کار از پیشش مشوره بگی. فاذا عزمت، هرگاه به مرحله تصمیم نهایی رسیدی، فتوکل علی الله، پس به الله توکل بکو، ان الله یحب المتوکلین، یقین الله متوکلین را دوست دارد. چی فرمانی برش میدهد؟ فبما رحمت من الله، یک مقدمه میدهد، در پرتوی رحمتی از الله جل، لنت لهم، برش نرم شدی، لنت لهم. ببینی و این نرمی خوب است، این نرمی خوب است. ولو کنت فظا، اگر خشن می بودی، غلیظ القلب می بودی، لانفضوا من حولک، مردم از کنارت می رفت، با در پهلوی تو نمی پایید. فاعف عنهم، این صحابه ای که ولو این غلطی کلان را کرده، فاعف عنهم، اینا را عفو بکن، ببخشش. و استغفر لهم، و برای آنها طلب آمرزش از الله بکن. و شاورهم فی الامر، در امور هم امرش مشوره بگی. پس نفر را از خود دور نکن، هم عفش بکن، هم طلب آمرزش برش بخواه، هم در امور در آینده باز از پیش مشوره بکن. چرا؟ این کاری که اونا کردن یک اجتهادشان بود، عملا دیدن که سقوط دشمن آمد، فکرشان کرد که دشمن عقب رفت، بیاین ما کمک بکنیم مسلمان آدم. در فکر ازی بودن، در فکر ازی نبودن که یه تو یک شکست عظیم میخوره باز همین سنگر اعلام میکنن، این تو کار نبود. فاز در لغت به معنای کسی که سخنانش تند و خشن است، و غلیظ القلب به معنای سنگدل که انعطاف را از خود نشان نمیدهد. پیغمبر خدا علیه السلام امتو بود، انعطاف داشت. در غزوه بدر یک جای کوچ کرد، یک صحابی برش آمد که یا رسول الله، امر خداست که اینجا باید باشیم؟
و یا بر ما هم است که سخن بگویم. گفت نه، میتونید کم نظرت بگوید. گفت پس اینجا بریم اونجا بیایم، زیرا او جای بلندی است، آب در اختیار ماست و اینجا که ما قرار داریم جای پایین است، دشمن اگر بیا بر ما بلند میشود. و پیغمبر خدا علیه السلام انعطاف کرد و گفت که درست است، رفت در اونجا. مراد از امر و شاور هم فی الامر، در کار از پیشان مشوره بگی. در رابطه با امر در اجرای تطبیق شریعت خدا از اصحاب چی بگی؟ مشوره بگی، نه در تشریع. این تفاوت میکنه. این گپ بسیار دقیق است. پیغمبر علیه السلام در دادن حکم کتی کسی مشوره نمیکرد، احکام کی صادر میکرد؟ الله جل جلاله. خود در تطبیق احکام مشاوره میکرد. و شاور هم فی الامر، در تطبیق شریعت چی بکن؟ امرای صحابه مشوره بکن. و این گپ بسیار زیباست. مشوره ها اصل است و در اسلام چند نکته است. نظام اسلامی به اساس انتخاب است، یک اصلش. دومش به اساس شوراست، به اساس شوراست و این اساس است. نظام اسلامی شورا یکی از ارکان عمدیش است. پیغمبر خدا علیه السلام با او عظمتش چی میکند؟ شورا داشت، مشوره میکنه. و شاورهم فی الامر، در تطبیق دین از پیش چی بگو؟ مشوره بگی، نه دهی که دین نافذ بکنی یا نکن، دهی که مشوره نمیشود، حکم باید تطبیق شود. صرف چطور نافذش بکنیم؟ هم سوره ها را مطالعه بکن که تدرج در فقه اسلامی است، این را مطالعه بکن. تطور در فقه اسلامی است، این را مطالعه بکن. این ضرور است. ما مکلفیت نداریم تطور فقه اسلامی را کنار بزنیم، تعصب نباید بکنیم. زمان ما با زمان تابعین تبع تابعین فرق دارد، بنان باید بیاندیشیم مطابق با زمان خود، تحلیل بکنیم، تجزیه بکنیم و دساتید فقه اسلامی را عملی بکنیم. در این مشوره ضرور است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب اهمیت مشوره ارشاد می‌دارد که ما شق عبد قط بمشوره ولا سعید باستغناء رأی. هیچگاه یک مسلمان بدبخت نمی‌شود که در امور خود چی بکنه؟ مشوره بکنه. و هیچگاه هم ای کامیاب نمی‌شود که همیشه استغناء رأی داشته باشد، استبداد رأی داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام طبرانی روایت میکنه از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه، پیغمبر خدا ارشاد میدارد ما خواب من استخار ولا ندیم من استشار. هیچگاه یک مسلمانی که در امورش استخاره میکند و با مردم مشوره میکنه، این ای انسان بدبخت نمیشود. کسی که استخاره میکند پشیمان نمیشود، کسی که مشوره میکند. مسئله استخاره خل حمله میدانین که هرگاه یک امر برایتان پیش شد و شما تشویش ده او داشتین، دو رکعت نماز میخوانین، نماز عادی را بعد از او دعا میکنین، کوشش بکن دعای مسنونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد او را بخوانین. اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، و تا آخری را بخوانین و بگو پروردگار اللهم این کان هذا الامر، در دلت بگردان این میکار، اگر خیر است برای دنیای ما و آخرت ما، پس مرا کمک بکن در این باب، مرا کامیاب بگردان در این کار، و اگر شر است در امر دین و دنیایم، پروردگار مرا از اون منصرف بگردان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استخاره را برای صحابه ایتو تعلیم میداد، مثل که یک آیه از قرآن کریم است. این را باید هر کدام ما حفظ بکنیم و این را باید بخوانیم. هرگاه استخاره کردیم پیغمبر ما خواب من استخار، به اصطلاح بدبخت نمیشود کسی که استخاره میکنه. باز استخاره که کردی ایتو نیست که بعض مردم از جان خود کشیدن، بعض مردم از جان خود کارا را میکشن. میگه هر کسی که استخاره که کردی باز خواب میبینی، خواب سوز چی است، خواب سیاه چی است، خواب فلانه چی است. ای در حدیث نیامده که خواب ببین، در حدیث آمده که تو دو رکعت نماز بخوان، باز خواب بکو، خدا کنه که هیچ خواب نبینی، خدا کنه که هر قدر خواب دیدی، فقط صبح فیصله بکن، میکنم نمیکنم. اگر کدی هم خیرت است، اگر نکدیم خیرت است. یعنی هر کاری که صبح تو کرده بدون خواب، خواب اصلا در نظر نگی. خواب در حدیث نه آمده. خواب بر ما پیغمبر نگفت که خواب دیدی تو بگو، خواب دیدی تو بگو. پیغمبر به ما گفته دو رکعت نماز بخون، دعای استخاره بخون. بعد هر تصمیمی که گرفتی هم صحیح است. حتی یک تعداد از علما میگه خوابش اصلا نیست. اصلا خواب نیست.
دو رکعت نماز بخوان، دعا بکو، در اخیر فیصله بکو. بخی فیصله بکو. همین استخاره است. بعد از دو رکعت نماز و خواندن از دعا، هر تصمیمی که تو میگیری الله همو تصمیم با او راضی است. الله هم زبانت و فکرت همو تو جور میکنه. ضرورت به خواب ما خواب اصلا نیست. اگر بالفرض خواب کردی، در حقیقت یک وسیله تشویقی خواهد برایت بود، یک اطمینان برای خواهد بود. در باب مشوره پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم این حدیث را هم داره که اذا کان امراؤکم خیاروکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم، ارگا امیرانتان به اساس انتخاب تعیین شده باشد نه به اساس استبداد، و غنیای شما هم مردمی بوده باشند که با مردم کمک میکنند، و امرکم شورا بینکم، و کارتان به اساس شورا به پیش برود. فظهر الارض خیر لکم من بطنها، در وقت روی زمین برتان بهتر است از زیر زمین. دعا بکنید که خدا باز حیات برتان بده. و اذا کان امراءکم شرارکم، وقتی که امیرایتان بدترین مردمتان باشد، شریرترین مردمتان باشد، و اغنیاءکم بخلاءکم، و غنیایتان بخیلترین مردمتان باشه، یک رپر در رای خدا نمیتن. ولم یکن شورا بینکم، و امورتان به اساس شورا و پیش نمی رود. و بطن الارض خیر لکم من ظاهرها، در او وقت با زیر زمین برتان بهتر است از سر زمین کرده. مشوره خو اصل است. پیغمبر مشوره کرده و داستانهای رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشوره پر است. در بدر مشوره کرد، در احد مشوره کرد، در تبوک مشوره کرد، در نظام فامیلی خودش مشوره میکرد و تشویق به مشوره کرده. ولی با کی مشوره میکنه؟ مشوره با کی؟ اول اصحاب مشاور نباید اشخاص بخیل باشد. هیچگاه با بخیل مشوره نکنه، زیرا او کل فکرش همه قصد که پولش مصرف نشود. وقتی با بخیل مشوره که در حقیقت خوب مشوره را برای تو نمیده، که بخیل مشوره نکن. دوم که ترسو و جبون مشوره نکنی. انسانای جبون و ترسو همیشه منفیگرا هستن، به عوضی که بحث مثبت را در نظر بگیره منفی را در نظر میگیره. تو یک قلم داری، او را که میخری تو میکنه اینقدر یک رنگش کم است، از بالا حساب میکنه، یه رنگی که در پایین سیده در حساب در نظر نمیگیره. با جبون مشوره نکنین که شما را خوب مشوره نمیدهد. سوم با حریص مشوره نکنید. هر کسی که حریص داره و همیشه تامه میزند برای نان، و انسانی هست که در چاپلوسی میکنه و انسانی است که تو را به غلطیت متوجه نمیکنه، با اون مشوره نکن. خب باز کی مشوره میکنی؟ با یک عالم و دانشمند، با یک فقی، با یک خدا ترس، با انسان شجاع، با انسانی که غنی است و دست باز دارد، با انسانی که جبون نیست، با انسانی که در تمام موضوع امانتکار است، با اون پیشی که مشوره بکن. در باب مشوره رسول الله صلی الله علیه احادیث دیگه ایم دارد، و قرآن کریم حتی یک سوره را به نام سوره شورا به ما تو معرفی میکند. میگه و امرهم شورا بینهم. از مواصفات اجتماع اسلامی چی هستن؟ یکی هم کردنشان است به اساس شورا، پیش بردن امورشان است به اساس شورا. خب این شورا را که وشاورهم فی الامر، در کل امور امرایش مشوره بکنه در تطبیق شریعت. فإذا عزمت، هرگاه به مرحله نهایی و تصمیم رسیدی، فتوکل علی الله، باز به الله اعتماد بکن، باز به الله اعتماد بکن. ان الله يحب المتوکلین، یقین الله دوست دارد متوکلین را. هر کسی توکل کرده الله اونا را دوست دارد. با اساس از این ما این نکته را دریافتیم که من حیث مسلمان وقتی که مشوره لازمی شد، این مشوره در خانه تم شروع، در فامیل مشوره بکن. ولو که بسیار چیز کوچک را میخری استبداد رأی نکن، این ناروا هست. حتی یک جور کالا را میاری امور به اشخاص مشوره بیار، در خیر است. در بیرون در مسجد هم شورا بکن، در نظام هم شورا بکن، این اساس است. اگر به اساس شورا پیش رفتی، خداوند متعال عزت دنیا و آخرت را نصیب میکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که مسلمان ها هیچگاه به فسق، به فجور و به گناه اتحاد نمی کند. مشوره که کردی هیچ ناممکن است که به گناه تو را مردم سوق بده. حتما انشالله
به طرف خیر تو را میخوان، در صورتی که با اهلش مشوره بکنی، با متدینین شورا بکنی، با مردمای مخلص شورا بکنی، انشالله به حق خواهی رسید. الله جل جلاله در آیات گذشته بعد از اینکه عوامل سقوط و شکست را در لابلای غزوه احد برای ما شما تشریح کرد، برای پیغمبر علیه السلام دستور داده شد که در حقیقت دستور برای تمام بزرگا و کلانای امت اسلامی است که باید نرم دل باشند، از خشونت دست بردارند و تابع شورا شوند. این شورا در دو بُعد پیش می رود. یکی شوراست معلم و یک شورا الزامی است. در ادوار گذشته شورا فقط یک وجهه مشورتی برای امیر داشت، یعنی امیر مسلمانا که به اساس رأی مسلمانا و بیعت مسلمانا تعیین شده بود، مشوره میگیرد، ابعاد گسترده موضوع را مورد بحث قرار میدهد و در اخیر برش پیشنهاد میکند اگر این تو کار شو کار نیک خود. امیر مسلمان ها او را میبیند، با طبیعت خودش یکی را انتخاب میکند و انتخاب از امیر است. در اینجا بس از روی اکثریت و اقلیت، بس روی از این که کدام کار امیر باید الزامی بکند نبود. امیر صلاحیت انتخاب داشت و صلاحیت از این داشت که شورا را قبول بکند در اون امر و یا شورا را قبول نکند. فقط شورا مباحث را جهت معرفی و جهت بررسی و راه ثوابدید را تعیین میکرد که این تو شو کار خوب خواهد بود، ولی عمل به شورا این اختیار کی بود؟ اختیار امیر بود. بعد علمای متأخرین در حرکت اسلامی این را تغییر دادند و میگن که امو تقوا، امو ریاضت، امو تعهد، امو فهم که در امتهای مردم های گذشته اسلامی بود با تأسف که امروز دیده نمی شود، روی ای اساس هم در تعیین شورا دقت به خرج می دن و هم شورا را الزامی می دانند، یعنی دو کار می کنند. از یک طرف با تمام قواعد و جزئیات را به کار می بندند که کسی که در شورا میاد باید اهلش باشد و شروط دوازدگانه را برای یک نفری که در شورا میاد باید داشته باشد، ای اساس است. بعد از اینکه مردمای واقعا درست و مشاورین صحیح و بافهم در سر کار آمدن، باز امیر حق از این را ندارد که فیصله شورا را بشکناند، بلکه امیر مطابق با فیصله شورا چی باید بکنه؟ عمل بکنه. این چیزیست که انشالله فعلا خوب است و نیک است و شورا امروز الزامیست در دعوت، نه مشورتی. قد شورا میکنه با قاطعیت اکثریت باید امیر عمل بکنه، نه ای که از جان خود فرامین شورا را بشکناند. نمونه ای از ای که خداوند متعال ما شما را در دنیا آفریده و روزایی که سپری میکنیم، کامیابی و عزت، شکست و قوت، این کلش از طرف الله هست. ارگا با خدا بوده باشیم، الله ما شما را چی میکنه؟ همیشه کامیاب میکند. این ینصرکم الله نتیجه توکل را برای ما تو بیان میکند. فاذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه تصمیم نهایی گرفتی ای پیغمبر بعد از مشورت، پس اعتماد به الله بکو، زیرا الله مردمای متوکلین را دوست دارد. نتیجه توکل، نتیجه اعتماد به الله جل جلاله چی میشود؟ این ینصرکم الله، اگر الله شما را کمک بکند، فلا غالب لکم، پس هیچ کس غالب نخواهد بود بر بالای شما، هیچ کس تسلط نخواهد داشت بر شما. اگر الله کمکت بکنه کسی دیگری بر شما غالب نمی شود. و این یخذلکم، و اگر مدد نکند با شما و از خردتان بکند شکست برتان بدهد، فمن ذا الذی، پس کیست که ینصرکم، مدد دهد شما را، من بعده، بعد از الله جل جلاله. اگر الله کامیابتان بکنه بدانین که کسی دیگری سر شما غالب نمی شود، و اگر الله شکست براتان بدهد، اما ذاتی که قدرتی که شما را بعد از شکست کامیابی می دهد کیست؟ طبیعی است که هیچ کسی نیست. فمن ذا الذی، پس کیست آن که
ینصرکم کمک کند شما را مدد دهد شما را من بعد بعد از الله جل جلاله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس در این صورت تنها و تنها به الله باید اعتماد بکنند مسلمان ها، مؤمنین به الله اعتماد بکنند. شورام شد، وسائل هم تثبیت شد، اقدام هم شد، نتیجه را به کی بسپار؟ به الله بسپار. پس توکل چی را میگوید؟ توکل اما حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم باید تطبیق شود. مرد داخل مسجد نبوی می شود و شطور شده این پیش دروازه مسجد اعلام میکنه. پیامبر خدا برس گفت که شطور شده که گفت صاحب به الله ایلایش کردم. عقل ها ثم توکل علی الله، اول بستش بکن باز به الله توکل بکن. یعنی معنای توکل چیست؟ استخدام کردن تمام وسائل، تجهیزات و امکانات دست داشته، کلش را استعمال کن، نتیجه را به کی بسپار؟ به الله جل جلاله. ای که الله با تو چی میکنه؟ او دوم بحث است. و ای را بدان که کامیابی و شکست از آن الله است. الله میداند این ینصرکم فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس باید به الله توکل بکنن مؤمنان. یک تعداد از مسلمان ها یکان باید از چیز موضوع درست آگاهی ندارد، با یک گپ بسیار کوچک او را انلاج میده، کلانش میکنن. یا به تعبیر دیگه تو عرض بکنم، بس اوقات ما شما از یک گپ خبر میشیم بدون از اینکه به او محمل پیدا بکنیم او را کلان کده میریم، در حالی که این عمل زشت است، ای صحیح نیست. یک نفر را میبینین که اعتماد سرش داریم، ده ها هزار خوبی هایش دیدین، در هر مورد قربانی هایش دیدین، یک مورد به شما کس قصه میکنه والا فلانه جا یک چند رفع امرایش بود نمیفهمم امرای چی کرد، بخوالم که خوردش باستی دیگه هر جا برو قصه کده برو، بخوالم که خوردش، بخوالم که خورد. آنان که دیدی که از او کده بیشترتر را خراب نکرده، یک هزار پی تو را خباس نمیخورد، او را حتما کدام جای دقیق تر و خوب تر استفاده کرده باشد. یک شال بود در غنیمت های بدر، اما گم شد. که گم شد وقتی که حساب میکنی کی را کی گرفت، کی گرفت، یکی گفت که ولی بخن پیغمبر خدا علیه السلام گرفتش. باز میگم خو پیغمبر خدا گفت، باز دیگهش میگم خو گرفتش، یعنی خو خو بگه، فقط تو میگه که اینده ایجا چرا ایتو گرفتش؟ این تو یک نقطه را پیدا کرد. الله ای آیت نازل میکنه که و ما کان لنبی، ممکن نیست که مناسب نیست برای پیغمبر این یغلا، ای که خیانت بکند، مناسب به شأن پیغمبر نیست که خیانت بکند. و من یغلل، هر که خیانت بکند، یأتی بما غل یوم القیامه، یوم القیامه بیاید به امو دزدیش، به امو خیانتش در روز قیامت. یعنی معنایی که در روز قیامت خداوند متعال با مدوزدیش به مبارش یک جا حشرش میکند. حدیث بخاری شریف است که در روز قیامت انسان ها که از قبرشان بلند میشوند، در پشتشان یک بیرق میباشد، یک علامه، و او بیرق شور میخوره و نوشن ها با قدرت و فلان و ابن فلان، این خیانت فلانه پسر فلانه است، پت نمیشد بشه. پیغمبر چادر را دزدی نمی کند. و ما کان لنبی، مناسب به حال پیغمبر نیست، ان یغل، یکی خیانت بکنه، مناسب به حالش نیست. پیغمبر امور را میتون سموت پیشدوید بگیره و به احمد میداد، کسی اعتراض کرده تانست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عباس رضی الله عنه را وقتی که غنیمت های خیبر آمد برش گفت که بگی، کلگی ششته بود، چادر را برش عوار کرد، انداخت، زور زد بلند کردش نتانست. یک کسی را گفت که کمکم بکن، پیغمبر میگه نه کمک نمیتونی کرد، خودت بردار. کمش کرد، باز که زور زد باز نه، باز کمش کرد، باز که زور زد همونتی کشکشان کردش برد، کسی اعتراض کرده نتانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان در غزوه طائف اما تو برش میگه صد شتر را بگی، گفت کم از این دیگه را بگی که در غزوه حنین این را بگی، کل برش داد. یک نفر نتونست جرأت بکنه که بگه چرا،
بر امی چند 40,000 رأس گوسفند بود تنها. پیغمبر علیه السلام تقسیم کرد. با انصار هیچ چیز هم نداد. با انصار چیزی را نداد. یک دو نفر از انصار تو کت خود گفته بود که عجیب است. شمشیر ما از خون مشرکین این امیال ترخ ترخ خون می شکد. و این مردم که نام مسلمان شده را کل مال به اینا داد. اما خیلی یک نقطه بودم. پیغمبر خدا گفت در این مجلس حاضر شوند که جز انصار کسی دیگری نباشد. انصار وقتی که ششتن پیغمبر خدا برش گفت که چی فکر میکن دیگرها که خود مال دنیا را ببرد، ولی ما شما پیغمبر را که خود میبرید. اما تو گفت همه گریان کردن و یک اعتراض هم گفت ما بس راضی شدیم، یک شطور هم نگرفتن، هیچ مالشان هم نگرفت و گفت که تو امرای ما باشی کفایت میکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیانت نمیکرد. بنان این در حقیقت به ما تو یک دستور است. وقتی که دیدی یک مسلمان، یک کلانت، یک بزرگت، او صلاحیت از این را که داره که بدهد، یک آن چیزی که تو را خبر نمیکنه، تو خبر نمیشی، پشترش بد نکو، نگو خیانت کرد، دزدی کرد. باز هم خیانتی که تو ثابتش کردی بسیار چیزی کم است. یک چیزی نیست که توی قول کلان کرده بودی. شاید از تو گرفته باشه، به یک چیز دیگری داده باشه که از او که بهتر تر است. شاید تو را گفته نتانه که این میداده کجا مصرف کرده. و ما کان لنبی مناسب نیست برای پیغمبر ان یغل که خیانت بکنه. و من یغلل، هر کی خیانت بکند یأتی بما غل یوم القیامه، حاضر می شود به آن خیانتی که او را انجام داده در روز قیامت. ثم توفا کل نفس، باز پورا داده می شود هر نفس را ما کسبت آنچه که عمل کرده. و هم لا یظلمون، و برایشان ستم کرده نشود، و من اتبع رضوان الله، آیا کسی که در پی خوشنودی الله رفت، کمن با ابی سخط من الله، می باشد مانند کسی که بازگشت به خصم الله جل جلاله. استفهام انکاری در خود کلمه جواب است، نه برابر نیست. و مأواه جهنم، و جایگاهش آتش است. و بئس المصیر، و بد مرجع است آتش. هم درجاتون عند الله، ایشان بر مراتب اند نزد الله جل جلاله. هر کس پیش الله مراتب دارد. اگر نسبت ها را به هر کس که میکنی مراتب در نظر بگی. اگر پیغمبر را متهم میکنی، این اتهام به پیغمبر، اتهام به مثل نفر عادی واری نیست. در اینجا مؤاخذه الله شدیدتر است. هر قدر که یک انسان بزرگ می باشه، اما اعتراضت بزرگ می بوده باشه، پیش الله جوابت بیشتر سخت است. هم درجات و نشان بر مراتب ان عند الله، نزد الله. والله بصیر بما یعملون، و الله بیناست به آنچه که می کنید. این آیت ها در حقیقت برای ما شما چند پیام می دهد. یعنی از آیه 149 تا 162 یکی که طلب نصر و کمک از کفار در حقیقت ذلت آفرین است. هرگاه یک مسلمان استقامت داشته باشه، مورد تأیید الله جل جلاله قرار می گیرد و در دلهای کفار خداوند متعال رعب را مندازد، ترس را مندازد، که در حقیقت کامیابی از آن مسلمان ها می شود. دوم، مخالفت از امر قائد و تنازع در صفوف مسلمان ها شکست آفرین است و هرگاه مصیبت برای مسلمان می رسد، در حقیقت داری فکر بکنه که در کجا فرمان را نقض کرده، در کجا نقشه را غلط تطبیق کرده. و هر گناه مصیبت آفرین است، هر گناه مصیبت را بار میارد. سوم، ترک امر رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک مرتبه هم صورت بگیرد بی جزا نیست. اگر یک مرتبه هم صورت میگیره بی جزا نیست. و در احد دیدیم که یک مرتبه صورت گرفت و جزا و مصیبت را بار آورد. اکرام اولیاء الله چهارم موضوعی است که در این آیات ها گفته شد. و ای که خداوند متعال بر مؤمنین، بر دوستاش انزال سکینه می کند، اطمینان را بر دلشان نازل می کند. و دوستای خداوند متعال در روزی که مردم در جنجال می باشد، در تشویش می باشد،
اینا را خداوند متعال اطمینان نصیب میکنه. و در پهلوی از این ای برای ما و شما درس داده شد که همه امور وفق قضا و قدر الله جل جلاله به پیش میبرد. هیچ امر در این دنیا نیست مگر که به مقدرات الله تعلق دارد. پنجم موضوع اهمیت شهادت در راه الله جل جلاله، که کسایی که در راه خداوند متعال کشته میشن جایگاه از اونها بنان وقتی که کشته میشد و یتخذ منکم شهدا، الله از میان شما شهدا را انتخاب میکند. بنان این مایه تحسر نیست بلکه بشارت است که خداوند متعال برای یک مؤمن میدهد. ششم موضوع اهمیت اخلاق نیکو و روابط درست در بین امیر و در بین رعیت. این حائز اهمیت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینی محبت در میان لشکر خود، در میان امت خود زندگی داشت. در ضمن تقبیح میکنه اعمال و اخلاق رذیلانه را که او چی است؟ متکبر زندگی بکنی، خود فروشی بکنی و در پهلوی از او که دیگرها را کوچک بشماری و تحذیر از خیانت ولو که کم بوده باشد. هر کسی که خیانت میکنه در روز قیامت با اونی خیانتش حشر میشود، با اونی خیانتش حشر میشود و پات نمیشود. پروردگار امانت را نصیب ما شما بکند و الله جل و جل ما شما را از خیانت و از غلطی در امور و معامله دور نگاه بکند و محفوظ ما بدارد. اولی الله جل و جل ارشاد میدارد که این موضوع را ایتو فکر نکنن که قرآن کریم اینجا دساتیر جنگ به ما شما داد، دساتیر مبارزه را به ما تو داد. چرا خداوند متعال از صلح عقب نزد؟ یک تعدادی کاری میگوید. چرا خداوند متعال بر ما شما همیشه همین موضوع جهاد 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 چرا میگوید؟ چرا بر ما میگوید که همیشه دین باید تطبیق بکن؟ بزرگترین احسان خدا بر بالای توست که تو مشرک نشدی، کافر نشدی. ای که کافر نیستی نمیادی در پیش قرآن ششتی. ای در حقیقت سپاس بگو او صحابی که در شهدای صالحین مدفون است، سپاس بگو کسی که شاید شمشیره برش میگوی، او خون خدا داد، آل موتی جا مسلمان است. چی فکر میکنی که اگر اونها ایجا نمی آمدن، جهاد نمی کدن، تلاش نمی کدن، خون نمی دادن، آل موت مسلمان می بودیم؟ باور بکنی مشکل است، جواب واضح است. پس عین قید از لقد من الله علی المؤمنین، و تحقیق احسان کرد الله جل جلاله علی المؤمنین بر مؤمنان، اذ بعث فیهم رسولا، آنگه که مبعوث کرد در میانشان پیغمبری را، من انفسهم از خانواده خودشان، از نسل خودشان، یتلو علیهم میخواند بر ایشان آیات الله را، و یزکیهم و پاکشان می سازد اللوس شرک و خرافات، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیمشان می دهد الکتاب و قرآن و الحکمت، سخنان زیبایی که تفسیر قرآن کریم است. الله احسان کرده بر مؤمنین، اذ بعث فیهم رسولا، انگامی که مبعوث کرد در میانشان پیغمبری را، من انفسهم از خوبترین ایشان، از نفیسترین ایشان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میگه که خداوند متعال در کل قبائل انسانها بهترین قبیله را انتخاب کرد، و در بهترین قبیله بهترین خانه را انتخاب کرد، و در بهترین خانه خداوند متعال ما را به دنیا آورده. یقین است. من انفسهم یتلو میخواند علیهم برشان آیات الله را، و یزکیهم پاکشان میکند از چی؟ از گناه پاکشان میکنه، از خرافات پاکشان میکنه، از چیزی که نباید به او تعلق بگیرن. و یعلمهم الکتاب، و تعلیمشان میدهد قرآن را، و الحکمت، و سخنان سودمندی که همانا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، هر نبودن پیش از نزول قرآن کریم و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در گمراهی روشن، در گمراهی روشن بسر می بردن. بناهن وقتی که اتو یک چیزی گرانمایه بر شما داده شد، پس در گسترشی از خوب باید تلاش بکنی، در تطبیق از خوب باید تلاش بکنی. اولما اصابتکم، آیا وقتی که رسید به شما مصیبت و رنجی، قد اصبتم مثلیها، رسانید دو چند آن را برای دشمنتان،
آیا وقتی که برد یک تکلیفی رسید در روز احد دو چندشت برای دشمن دادی؟ تو 70 نفر اسیر کرده بودی در بدر، 70 نفر را کشته بودی، در روز احد که 70 نفر کشته شد خب بازم دو دست بالا داری، او را از یادت رفت؟ قلتم، میگوید ان هذا، از کجا آمدی مصیبت؟ ان هذا، ولی که شکست خوردی باز میگوید چرا تو شد؟ قل هو من عند انفسكم، بگوی پیغمبر این شکست از وجود خودتان است، من عند انفسكم، از طرف نفس هایتان است. پیغمبر برای شما گفت که خداوند متعال 3000 ملائکه و در مرتبه دوم به خاطر اطمینان دل شما 5000 ملائکه را به ما وعده میکند، ولی چه رقم جزافی در وقتی که شما اطاعت بکنید، مخالفت نکنید. مخالفت کردی الله ملائکه خدا برتون نداد، نصرت خود را بند کرد. من عند انفسكم، از طرف خود شماست. ادعای فکر بکنید، ما عجیب مردم هستیم. خب وقتی که بگویم که چرا ما افغانستان خراب کردیم، 60000 انسان کشتیم، اسلام بدبخت ساختیم، اسلام بدنام کردیم، جهاد بدنام کردیم، مردم خود دلش از جهاد سیاه کردیم، ولی سب دشمن در میان ما کار کرد، کمانستا کار کرد، فلانه کار کرد، دستانه کار، خوب بانه را تلاش کرد، ایتی یک تنور پاکی است، دست پاکی که امین شور بخوره، گای با او خارجی بزن، گای با او خارجی بزن، گای بر سرزه کمانست بزن، در خود هیچ متوجه نیستیم. نه، اگر تو صحیح مسلمان می بودی، درست آدم می بودی، خداوند متعال در تو زکاوتی می داد که باز غلطی را درک می کردی. تو صحیح مسلمان نبودی، کارهای منافقانه کردین، مسلمان ها را از بین بردین، بدبختی را ایجاد کردین، پشت کارهای شخصی تان دویدین، این کارها را کردین، آخر او را چرا بدنام میکنی، او را چرا بدنام میکنی، کل کار خود ما کردین، با که از طرف خود ماست. والله ما به یقین دارم تا که از مردم خود و از خدای خود مغفرت نخواستیم، معذرت نخواستیم، خدا ما را نمی بخشه. یه واقعیتی است. صراحتاً به مردم بگو مردم ما را ببخشید، بسیار کتان بد کردیم، با خون شهدایتان جفا کردیم، با شما جفا کردیم، با آرمانتان جفا کردیم، معذرت میخوایم، به خاطر خدا ما را ببخشید. امیر را بگن که الله اینا را ببخشه، غیر از این به این رقم مفت نمیشه. قدر کدامش بشینه او را دو میگه، او را میگه، او را میگه، صفر خیلی بود، ایران آدم باند. الله میگه من عند انفسکم، این شکست ها از وجود خودتان سرچشمه میگیره. تو چرا که مزدور میشی؟ ان الله على كل شيء قدير، الله به هر چیز قادر است، به هر چیز قادر، یک قدرت چمیش که تو را مفکامیاب بکن، ولی نمیکنید. اما اصابکم، و آنچه که رسید به شما، یوم التقى الجمعان، روزی که به هم آمدن دو گروه که به هم آمدن، فبإذن الله، پس به حکم الله بود، وليعلم المؤمنين، و برای اینکه متمایز سازد الله جل جل مؤمنان را از منافقان. دو گروهی که با هم آمدند در روز بدر، در حقیقت هدف چی بود؟ تا الله جدا بکنه انسانهای مخلص را از انسانهایی که اونها به باطل بودند. وليعلم الذين نافقوا، و برای اینکه متمایز سازد الله جل جلاله کسانی که منافق بودند. آنچه که بر شما در روز احد رسید، یوم التقى الجمعان، در روزی که با هم آمدند دو گروه از مشرکین و از مسلمانان، فبإذن الله، به حکم الله بود. وليعلم المؤمنين، و برای که الله چی بکنه؟ جدا بکنه مؤمنان راستین را. وليعلم الذين نافقوا، و برای اینکه متمایز شد کسانی که منافق بودند. منافق بودند، یک بار 300 چند نفر گشتند، کته عبدالله ابن ابی سلول گشتند از نصف را. خدا اینی رقم جدا میکند، صفوف جهاد را پاک میکند. و قیل لهم، گفته شد برایشان تعالوا، بیاید، قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، جهاد در راه خدا بکنید، او ادفعوا، یا دفاع بکنید دشمن را، دفاع بکنید از نوامیستان، از خاکتان. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن، این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن.
درسی که درس دین است، شیرین و دل نشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دل نشین است. آی